قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن. دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم می‌کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب‌های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور. دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی آمریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. دکتر پروین نظامی آشنای جامعه ایرانی فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. درود بر همه شما عزیزانم، چقدر خوشحالم یه بار دیگه مقابل این دورمین در کنار شما در منزل شما عزیزان قرار گرفتم و سپاسگزارم از این همه لطف و محبتی که شما دارین. با نام و یاد خداوند جان و خرد، خداوندی که به ما جان داد و خرد را در ما نهادینه کرد، اما آیا ما از خردمون واقعا استفاده میکنیم یا نادیده میگیریم؟ مهم اینه که چطوری ما میتونیم از اون دانایی درونمون، از اون آگاهی، حتی آگاهیایی که توی ریزترین ذره ما، دی ان ای وجود ما، ما بک‌گراند میلیون ها سال از تأسیس کل جهان رو داریم، یعنی از بیگ بنگ بزرگ که اتفاق افتاد و جهان هستی به وجود اومد، ما یک توی دی ان ایمون اون بک‌گراند تمام این سالها و این برنامه ها رو داریم. بنابراین مسئله مهمی که هستش اینه که آیا واقعا ما از اون خرد درونمون استفاده میکنیم یا نه. اول میخواستم تشکر کنم، ما اتفاقا توی پارکی و یه پیکنیکی رفته بودیم، البته یه جای پرایویتی بود که اسپیس جدایی بود و اینا، یه خانومی، البته ما با گروه دوستامون بودیم 7-8 نفر، یک خانومی که اون بر میز داشت توی همون قسمت دیگه، چقدر لطف داشتم و آمدن گفتم وای خانم دکتر ما چقدر خوشحال شدیم شما رو دیدیم و برای من غذا، با اینکه این بار ما غذا داشتیم، برای من غذای مفصلی گذاشتن و آوردم. ولی میخوام همین قدرشناسی شما رو تشکر کنم. چقدر تا گفت خانم دکتر وای چقدر خوشحال شدم دیدم تو، من همیشه برنامه‌تون نگاه میکنم و اون سپاسگزاریشون رو به اون شکلشون دادم. بنابراین این خیلی مهمه که ما قدردان باشیم، قدرشناس باشیم. اگر کسی یک کار کوچیکی هم برای ما کرده، ما بیایم و اونو چیکار کنیم، براش ارزش قائل باشیم، برای اون کاری که کس دیگه برای ما انجام میده. میگه قدرشناسی که میکنی تشویق میشن آدم ها که بیشتر به ما لطف بکنم، بیشتر کارشون رو انجام بدن. من امروز میخوام در مورد باورهای محدود کننده، باورهایی که باعث میشه که ما رابطمون با دیگران به هم بخوره. حالا شما میدونین اینا چیه؟ چه کارهایی ما بکنیم که رابطمون با دیگران، عزیزانمون، نزدیکانمون، همسرمون، بچه هامون، رابطمون با اینا خراب میشه؟ چه کارایی رو بکنیم که میکنیم و میخوام شما بفهمین که چه کارهایی رو ما انجام میدیم که دیگران رو شاکی میکنیم، حالا همسرمونه، پدر مادرمونه، دوستامونن. معمولا خب ما با اعضای درجه یک خانوادمون، یعنی همسر، فرزندان، بعد درجه دو پدر مادر و خواهر برادر هستن. یعنی ما خانواده درجه یکمون
چه کسایی هستن خانواده درجه یک ما همسر و فرزندانمون هستن و اون خیلی اهمیت داره. نمیتونین بگین که من مادرم مثلا از همسرم مهمتره یا خواهر برادر من خیلی مهم هستن. همه مهمن، ولی در درجه اول کی مهمه؟ پدر مادر، ببخشید همسر. پدر مادر در جایگاه دوم قرار گرفتن. وقتی شما تو یک خانواده عضو هستین، زن و شوهر و فرزندان، اولویت با کیه؟ اولویت با خانواده درجه یک من، یعنی همسر و فرزندانم. ولی دیدم که همسر و مثلا همسر رو میرن قربانی میکنن با خانواده، حالا با مادرشون با پدرشون شروع میکنن بعد گویی کردن، یا با خواهر برادرشون از همسرشون، فکر میکنن دارن هنر میکنن. هیچ کس نمیتونه مشکلی که شما با همسرتون دارین، نه پدرتون، نه مادرتون، نه خواهرتون، نه دوستتون، نمیتونه این مشکل رو براتون حل بکنه. اشکالی که شما با همسرتون دارین و چیزی که نمیتونین حلش کنین، باید حتما کمک بگیرین. نمیتونین همینطوری برین از کسایی که حالا به قول معروف پیر دیر هستن، یعنی مثلا پدر، مادر یا کسایی که تجربه دارن. نه، اونا بر مبنای تجربه خودشون به شما یه راکمندایی میکنن. پس بنابراین یاد بگیریم. درود بر شما، بفرمایین. الو، صداتون نمیاد. بفرمایید، صداتون نمیاد. میخواین صحبت کنین یا میخواین یه جوری آسیب بزنین؟ یه جوری نه، لطف کنین صحبت کنین. هلو، الو، سلام علیکم. حالی شما برای اینکه این چیز ما نزده بودیم، دستم خورده بود، خاموش شده بود، صداتون نمی اومد. درود بر شما، بفرمایین. خواهش میکنم. قربان شما، درود بر شما. الان شما دارین صحبت میکنین، من نمیدونم چه جوریه. من دارم با شما صحبت میکنم دیگه، شما تلفن زدیم به من. قبلش دستم خورده بود، صدای شما نمی اومد. من هرچی الو میگفتم جواب نمی اومد. الان صدای شما داره میاد. بفرمایید سوالتون رو مطرح بفرمایید. اولا که خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. یک بالا ممنونم و با آرزوی بهترین ها برای شما. من 85 سالمه. خب وقتی که جوان بودم آرزوهای خیلی بزرگی داشتم و یه مقدار فعالیت‌های مطبوعاتی و شعر و از اینجور داشتم، ولی بعد همش توی زندگیم به اشتباه رفتم و الان خیلی پشیمونم از اینکه اینقدر اشتباه رفتم. همش نشستم به تلویزیون نگاه نکنیم، من که هنوز جواب ندادم. شما از اینکه همه آدم ها اشتباه میکنن، همه آدم ها بعدن از اشتباهاتشون پشیمون میشن. ما کسی کامل نیست، همه اشکال دارن، همه اشتباه میکنن. حالا شما اشتباهاتون جبران کردین، چجوریه داستانتون؟ بفرمایید. من نتونستم جبران کنم. مثلا من از 16 سالگی شروع کردم به شعر گفتن و الو، من گوش میدم عزیز من، من صداتون رو میشنوم. شعرهای خیلی خوب میگفتم، خیلی خوب مینوشتم، توی دبیرستان روزنامه داشتم مثلا مینوشتم این چیزا. بعد که مثلا 20 سالم شد توی روزنامه هایی مثلا تهران چیز مینوشتم، ولی بعد یک اشتباه خیلی بزرگ کردم، در حالی که من اصلا به ازدواج فکر نمی کردم، شوهر کردم و شوهری که اصلا هیچ توافقی با من نداشت، هیچ مناسبتی، نه از نظر خانوادگی، نه از نظر تحصیلات، هیچی. بزرگترین اشتباهی بود که من مثل این بود که خودم انداختم توی چاق چند دارم عمیق و دیگه نتونستم از توش بیام بیرون. 25 سال موندم اونجا. خب بعدن جدا شدیم؟ بعد دیگه جدا شدم، اومدم آمریکا و باز اشتباه کردم. عوض این که آرزوی من این بود که دنبال تحصیلات هم بگیرم، ولی خب چون بفرمایید، صدای خودتون رو گوش ندین.
بعدن میتونین بازپخش برنامه رو روز یک شنبه ساعت 6 بعد از ظهر از همین تلویزیون نگاه کنین. پس بنابراین صدای خودتون رو گوش ندین، حرفتون رو لطفا بزنین. بعد خب مجبور شدم کار بکنم، کار کردم. بعد پسرم هم در 16 سالگی فرستاده بودم آمریکا و هیچ کمکی از شوهرم نمی گرفتم. فقط خب باید کار میکردم و هم زندگی تو ایران شوهر کردین دوباره بده کنم. ببینید سوال دارم، شما تو ایران دوباره ازدواج کردین یا آمریکا اومدین ازدواج کردین؟ نه من اصلا ازدواج دیگه نکردم، طلاق گرفتم از شوهرم جدا شدم. و دیگه هم ازدواج نکردم، در حالی که شانسای خیلی خوبی همیشه سر راهم بود. خب موسیقی خیلی دوست داشتم، صدام خیلی خوب بود. اگر مثلا من از جوانی رفته بودم دنبال آواز، شاید یکی از بهترین خواننده های ایران می شدم. با استعدادی که داشتم، بدونی که کلاس موسیقی رفته باشم، شعر می گفتم، روش آهنگ می زاشتم و خودم می خوندم. ولی همش اون 25 سالی که زیر چند سلطه شوهرم بودم که همش به باد رفت، خیلی بدبین، خیلی خسیس، خیلی بی سواد، چه می دونم، یک اشتباه بی نهایت بزرگی بود که من کردم و 25 سال بهترین سالهای عمرم اینطوری تلف شد. بعدم که اومدم آمریکا مجبور شدم خب کار بکنم، هم بخاطر پسرم که داشت تحصیلاتش رو ادامه میداد. با وجود این خب بازم کسایی بودن که به من پیشنهاد ازدواج دادن، خیلی هم خوب بودن، نپذیرفتم. حالا دیگه میبینم که دارم یه 2-3 سال دیگه لابد آخر عمرم دارم میمیرم و هیچ کاری نکردم، در حالی که من یه واقعا آدمی بودم بی نهایت در هر زمینه‌ای با استعداد. من در 77 سالگی رفتم ایران و چند تا شعر گفته بودم، خودم روش موزیک گذاشتم و خوندم و هر کسی گوش میکنه مثلا میگه چقدر خوب، خوششون میاد. یه مقدارشو به نفع اون سازمان محک فروختم و پولشو دادم برای سازمان محک. میگم چرا من این کارو ادامه ندادم؟ یا الان دیگه نمیتونم هیچ کاری بکنم، دیگه روزای مرگم داره نزدیک میشه، یه حال خیلی بدی دارم از پشیمونی، از اینکه تمام استعدادام، تمام نیروم و تمام انرژیم رو هدر دادم. چرا نمیدونم. ببینین عزیز من، ما هر کاری در گذشته کردیم و انجام دادیم، وقتی الان بهش فکر میکنین میگیم وای من باید کاشکی یه کار دیگه ای رو میکردم، اما اون موقع تو اون شرایط بودین اصلا اینا به فکرتون نرسید. یعنی ما بعد از 20 سال مثلا میگیم او من اون اشتباهاتو کردم، کاشکی نمیکردم. اگر برگردیم به 20 سال پیش بازم همون کارا رو میکنیم، به خاطر اینکه آگاهیتون اون موقع در همون حد بوده که اون برنامه ها رو اجرا کنی یا اون کارا رو انجام بدین. الان شما 20 سال 30 سال گذشته از اون موقع دارین افسوس میخورین. دسته که اگه باز برگردیم به 30 سال پیش، با توجه به تفکر اون زمان، تجربه های اون زمان که بودین، همون کارهایی رو کردین که میکردین. پس اصلا خودتون رو سرزنش نکنین و اون در حقیقت حب و امیدتون رو به زندگی از دست ندین. الانم شما صداتون که خیلی رسا و خوبه و انشالله سالیان سالم زنده باشین، من براتون اون آرزو رو میکنم. و چون من میخوام در مورد یک باورای محدود کننده ای که ما رو ارتباطمون رو با دیگران خراب میکنه میخوام صحبت کنم و امیدوارم که شما هم دیگه افسوس گذشته رو نخورین. Yesterday is dead، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. یه دقیقه پیشم اگر هر اتفاقی افتادی، من مثلا دستم رو زدم به چاقو دستم رو برید، بگم وای چرا من این کارو کردم، تموم شد. یعنی یه چیزی که اتفاق افتاده حتی یه دقیقه پیش نمیتونیم تغییرش بدیم. سو میگه sweet surrender، پذیرش شیرین، بپذیر آنچه را که داری، آنچه که هستی و هر اتفاقی که الان داره برات میفته. این که بشینم اون چاله گور قبل و گور سالهای قبل، اونا دیگه واقعا مثل گور بوده، مدفون شده تمام اون خاطرات، تمام کارهایی که ما کردیم در اون زمان، هرچی اشتباه بوده درست بوده، تموم شد.
هی ما بخوایم این بکنیم این قبر خاطرات رو، هی بیایم عفونتش بزنه بالا ما رو اعصابمون رو خرد کنه. تموم شد. ما اختیار این که برگردیم تو تونل زمان کرکت بکنیم کار اشتباهمون رو، ما این قدرت رو نداریم. اما این که بشینم افسوس بخورم، با توجه به اینکه آگاهی همه آدما در ارتباط با کارهایی که کردن، حالا هرچی تجربهشون همون بوده، الان که خب آگاه شدی نمیتونی خودت سرزنش کنی. اون موقع فکر میکردی داری کار درست رو میکنی، همه آدما. بنابراین ما انسان ها کارهای اشتباه میکنیم، نمیدونم بعدن هم میام افسوسشو میخوریم. اما اینکه بیایم تمام مدت خودمون رو توی گور خاطرات ببریم و بکشیمشون، نبش قب کنیم، هر اتفاقی که برامون در زمانهای گذشته افتاده بیاریم بالا و چیکار کنیم؟ گریه کنیم براش، بگیم ببخشید من اون وقتم نمیخواستم، میدونستم که دارم اشتباه میکنم، ولی چاره ای نداشتم. ولی به خودم میگم باید شجاعت داشتم، مثلا میرفتم جلو، ول میکردم اون راهی. آها نه، ببین الان اون شهامت رو پیدا کردین، اون موقع الان داری میگی چون چاره نداشتم تسلیم شرایط شدم. حالا با آگاهی الانت داری میگی که نباید من مثلا تسلیم اون شرایط میشدم، باید یه کار دیگه میکردم. پس بنابراین این حواستون باشه که ما نمیتونیم دیگه به گذشته رو برگردونیم. مهم اینه که here and now، الان و اینجا، این لحظه است که لحظه زندگی ماست. هیچ گذشته هیچ تأثیر دیگه نخواهد داشت. ما بشینیم گریه کنیم، تو سرمون بزنیم، بالا بریم، پایین بیایم، همون اتفاقایی که افتاده افتاده، هیچی رو نمیتونیم تغییر بدیم. فقط شما دارین خودتون آسیب میزنین، همه خودتون رو سرزنش میکنین و این بدترین نوع زندگیه. لحظه هایی که الان هم دارین، خودتون رو به استرس، نفسهای عمیق بکشین، آرامشتون رو حفظ بکنین، از لحظاتتون استفاده کنین، لذت ببرین. هرچی هم که بوده گذشته و تجربه شده، حالا از تجربیاتتون الان میگین کاش مثلا اینطوری بود اونطوری بود، ولی بعد از 20 سال 30 سال ما معلومه که آگاهیمون میره بالاتر. اون آگاهی از 20 سال پیش 30 سال پیش رو نداریم و میگیم کاش اون کار کرده بودم. هیچ خودتون سرزنش نکنین و مواظب خودتون باشین که سلامتیتون رو به خطر نندازین. کتابی هست کنم دکتر که من بخونم؟ بله، من کتاب جادوی باور رو دارم، باورهای ما چجوری. این کتاب جادوی باور منه، این کتاب جادوی باور همه کسایی که دارم واقعا این جادو میکنم. اینم کتاب رمز موفقیت و ذهن خلاق. اینا رو اگر توی وبسایت من برین drpnizami.com www.drpnizami به جای پروین پنظامی، قبلا وبسایت من پروین نظامی بود، چون اون وبسایت رو بستم و وبسایت جدیدی رو باز کردم، drpnizami@ drpnizami.com رو بزنین، اونجا یه آپشن بهتون میده، دو تا کتابا رو اوردر میدین به آدرستون فرستاده میشه. و همه کسایی که دارن این کتابا رو، مخصوصا جادوی باور رو، اون رمز موفقیت ذهن خلاق هم، خیلی هر دوتاش، این رمز موفقیت ذهن خلاق با یه سی دی میاد، خیلی هم سی دیش عالیه که همه کسایی که میگن ما همش داریم گوش میدیم خیلی برامون موثره. یه کتاب جادوی باورم هست که اونم میتونه براتون کارایی داشته باشه. میتونی آگاهیاتون رو ببرین بالا و ببینین که باورای ما هستش که زندگی اون رو یا تیر و تار میکنه یا درست میکنه. قربون شما، یک دنیا متشکرم از راهنماییتون، خیلی ممنونم. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون، مواظب خودتون باشین. قربون شما، خدا سیف تو محل خودتون سیف باشین و مواظب خودتون باشین. پس بنابراین من چیزی که الان دارم میخوام براتون صحبت کنم، این باورای محدود کننده ایه که ما در ارتباط با دیگران برای خودمون ایجاد کردیم. حالا همون خانومم که الان قطع کردن، ایشون هم با باورهای محدود کننده ای که داشتن شرایط رو پذیرفتن برای خودشون، خب الان احساس پشیمانی میکنن چون
واقعا این آگاهی رو نداشتن که یه راه دیگر رو انتخاب بکنن، چویسای دیگر رو در نظر بگیرن و فکر کردن که خب همین راه اصلیه و چاره‌ای ندارم و این راه رو باید ادامه بدم. اینی که ما برای یه لحظه قبلم اگر اتفاق افتاده باشه نمیتونیم برش گردونیم لحظات قبلمونو، هیچ قدرتی نداریم. گذشته تموم شده، چیزی که مهمه اینه که هیرانا اینجا و حالا و الان چه کاری میخوایم بکنیم که آرامش خودمون رو حفظ کنیم، زندگی بهتری داشته باشیم، سلامتی روح روان برای خودمون بیاریم، نه اینکه بتونیم با مسائل خودمون رو ناراحت کنیم. درود بر شما، بفرمایید. صدای تلویزیونتون کم کنید که من صداتون رو بشنوم. الو، باز این خراب شده مثل اینکه. الو الو، سلام علیکم. درود بر شما. خانم خب به صدای خودتون که گوش. سلام دکتر. درود بر شما، بفرمایید. صدای تلویزیون رو کم نکنید. ببخشید، من در مورد وسواس می‌خواستم ازتون سوال کنم. خب سوالتون رو مطرح کنین، تلویزیونتون رو صداشو کم کنین. وسواس فکری و عملی. بله، من یه من قبلا یه 5 سال آمریکا بودم، بعد دیگه تصمیم گرفتم بیام ایران زندگی کنم. بعد برای 40 پسر داییم که خیلی بدجور به قول معروف از دنیا رفت و اینا، خیلی پسر خیلی جوان بود، رفتم قبرستون. بعد اونجا یه اتفاقی افتاد، پام خورد یه قطع فلزی، بعد خیلی حالم بد شد. بعد از اون سال یه خیلی میترسم اصلا از قبرستون رفتن و از هر چیزی که زیر مجموعه این قضیه میشه، میتونی؟ و یه مقدار ذهنم خیلی مشغول شده. چند سالتونه؟ دکترم رفتم یک چند ماه قرص آسنسا سنترام میخوردم، ولی آنچنان تاثیر خیلی جزئی روم بود. میخواستم اگه بشه شما کمکم کنی، یه داروی یا یه صحبتی بگین که خب ببینین این کار وسواس. ببینین وسواس من هیچ وسواس ندارم. چند سالتونه؟ چند سالتونه؟ من دیگه 40 سالمه. 10 سال پیش اصلا این مشکلات رو نداشتم، چه نمیدونم چرا تو این سنی. خب ما خودمون خلق میکنیم، ما خودمون خلق میکنیم. نه اصلا هم چیزی نه، خودمون خلق میکنیم. وقتی نسبت به اون مسئله هی فکر میکنیم و الان هم که میگیم واو یه اتفاق خیلی بدی افتاد اون زمان، همینطوری ما خودمون خلق میکنیم درد و ترس و رنجی که در زمان حالا اون موقع 10 سال پیش اتفاق افتاد و هر روز دارین تکرارش میکنین. وقتی که من یک چیزی رو هر روز تکرار کنم و بگم این در وجود من هست، استیبلش میکنم تو وجودمون، اونو در حقیقت اثباتش میکنم و ثبتش میکنم و همون کارو هی. و حالا شاید ما مثلا یه خاطره ای رو به این شکل بیان کنیم، دیگران توجه کنن، هی بگن آخ چه چیز بدی بود، چه مسئله، و این چون دیگران هم همدردی میکنن یا میان میخوان راه حل نشون بدن، اون آدم تشویق میشه که هی اینو هی بیان بکنیم و این توی ذهن خودش اینو چیکارش کنه، استیبلش کنه، یعنی تو ذهن خودش جزء یکی از افکاری که غلبه داره و تمام فکرای دیگه، یعنی تا بشینه و هم بگه آره من وقتی که اون مرد وسواس فکری به وجود اومده برام و به این دلیل که از قبرستان میترسه، هیچ دلیل نداره شما برین تو قبرستان یا برین جایی که کسی رو دفن کردن دیگه، بس از اون وقتی که در اطرافتون مگه قبرستانی هست که شما. پس این یه نوع نگتیو اتنشن، ما جلب توجه منفی داریم به این شکل از دیگران میکنیم، از همسرمون، مادر پدرمون، هر کی که در ارتباط با ماست که هی به اونا بگیم که آره من از اینا میترسم. و چون جلب توجه کردین، چون هی برای شما راه حل نشون دادن، احساس میکنین که خب اینو یعنی تو ذهنتون استیبل، یعنی اینو نگه داشتین تو ذهنتون و هی میخواین بیانش بکنین که من بعد رفتم قرص خوردم. این تفکره،
ما نمیتونیم با قرص نحوه تفکرمون رو تغییر بدیم. یکی از کارهایی که من میکنم mindfulness and awareness، یعنی یاد بگیریم چه تفکری، چه فکری رو تو ذهنمون مرتب تکرار بکنیم، افکار مثبت و سپاسگزاری از همه چیز. نه اینکه آره مادرم به من این ظلمو کرد، پدرم آره من 10 سال 20 سال پیش رفتم تو قبرستان پس این خیلی برای من مشکل به وجود آورد، اینا رو هی دیگران برای دیگران تعریف کردین، دیگران ای وای چه چیزی، اینو خودت وسواس، این وسواس که نیست، داری میگه وسواس دارم، نه، فکر اون مسئله رو که میکنی و تکرارش میکنی برای دیگران، درد دلایی که دیگران باشم، یعنی چی میگن همدردی که دیگران. من این مشکلم رو خیلی 2 سالم بود پنهان کرده بودم، نداشته بودم مامان بابام بفهمن، قصه بخورن، برای کسی هم زیاد چیز نکردم، ولی خب خودم اذیت میشدم، مثلا همسایمون میرفت میدونستم رفته، میرفتم هی دکمه های آسانسور رو تمیز میکردم، هی مثلا آها یعنی میگفتی رفته قبرستان مریضی وجود داشت، اجازه ندادم بره، یعنی قبرستان کسی نباید بره، یعنی قبرستان کسی نباید بره به قول شما؟ آره از الان خب الان هم نرین، خب خودتون نرین، دیگران هم اگه رفتن به شما خبر ندن که دارن میرن، یعنی چی که من واقعا دارم چه قرصی شما پیشنهاد میکنین برام؟ من دارو به کسی نمیدم، شما دارو روانپزشک باید بگیرین، من باهاتون کار میکنم اون مایندفولنس اند اورننس، یعنی اون ذهنتو انقدر قشنگ باید خودت تغییر بدی، وگرنه هیچ داروی ذهنتو تغییر نمیده، هیچ داروی نمیتونه وسواس تو، حتی وسواس obsessive compulsive disorder، وسواس فکری و عملی که آدم ها دارن، آی الان زیر گاز خاموش کردم یا نکردم، نمیدونم فلا کارو کردم یا نکردم، تمام مده اونم باز هم از طریق مایندفولنس، یعنی یاد بگیریم چجوری تفکر بکنیم و چجوری به فکرامون ریسپاند بدیم. اگر من تمام مدت ذهنمو بذارم این که حالا ببینم کی داره میره قبرستان، کی داره اون کارو میکنه، اونجا چه خبر شده، معلومه که داری همونطوری تشدیدش میکنی فکره، و بیان این که من این حالت رو دارم خودش استیبلش میکنه تو وجود ما. من باهاش اینو باید شما با تکنیک باهاتون کار بشه، من نمیتونم توی تلویزیون باهاتون تکنیک ها رو بدم، چون کار عملی باید بکنین، اون کارا رو که من میگم انجام بدین، بعد یاد بگیرین که چجوری تغییر رو در خودتون به وجود بیارین، وگرنه با قرص هیچ وسواسی ممکنه که اون ریج وسواسی کم پایین بیاد ولی از ریشه کنده نمیشه، حتماً دوتاییش لازمه برای اون وسواس فکری و عملی. شما هم حالا اگر دارو میگرفتین، دارو رو برای اینکه یه ذره کام داون بکنین، دیگه زیاد به اون مسئله فکر نکنین، ولی وقتی که با تراپی انجام میشه شما دیگه از ریشه اون فکرهای منفی رو توی شما از بین میره و میتونین آروم آروم اون آرامش رو پیدا بکنین، حتی اگر فکر قبرستان هم بکنین میبینین که اصلا هیچ تأثیری نخواهد داشت روی شما، چون ما خودمون با خودمون اینو کاندیشنینگ یا شرطی میکنیم که من از اون محیط میترسم، من از کسی هم که میخواد بره قبرستان میترسم، بعدم فکر میکنی اون کثیفه، مثلا من نمیفهم میگی دوگمای یعنی میره قبرستان کثیف شده؟ بله. خب دیگه اینا رو همه ما میسازیم دیگه، ذهن ما بسیار کریتیوه، بسیار خلاقه، میتونه هر چیزی رو که بهش بدیم شاخ و برگ بده، به ما پس بده، حالا چقدر ما باید ناآگاه باشیم که از ذهنمون برای ترسوندن خودمون، برای آسیب زدن به خودمون استفاده کنیم، به جای اینکه از خلاقیت ذهنمون برای موفقیت خودمون، پیروزی خودمون، که بتونیم در زندگی چجوری موفق بشیم، چجوری بتونیم با مردم رابطه خوب برقرار کنیم، چجوری به آرزوهامون برسیم، هیچ کدوم از اونا رو نمیان خلق کنین، دنبال یه مسئله ای میگردین که جلب توجه منفی دیگران رو بکنیم و اینکه همدردی میکنن اون آدم تشویق میشه. و من یک آدمی رو میشناختم که بچهش حالا 20 سال پیش در اثر تصادف ماشین فوت کرده بود، و این خانوم چون میگفت تو ماشین من بوده فلان اینا،
الان دیگه به فکر میکنم 25 سال پیش بوده، ولی این خانم تمام مدت نگتیو اتنشن همه رو میگرفت، مینشست تعریف میکرد. خانم بود که تو اجتماع یه به هر حال چیزی داشت، کار اجتماعی داشت و از این طریق میخواست جلب توجه همه رو بکنه. آره من نشسته بودم این ماشین دستو که بچم بد، تمام قسمش به جون فلان. بعد همه هی وقتی که میگفت برای همه اولش تازگی داشت، وقتی که اینجوری دید یعنی از این طریق داره نگتیو اتنشن آدم ها رو یعنی توجه منفی آدم ها رو به خودش جذب میکنه از طریق اینکه من چقدر هرت شدم بابا 25 سال گذشته، چون که از مردم ریسماندای اینجوری گرفت خیلی براش مهم بود که از این طریق جلب توجه کنه و ما از طریق منفی میتونیم شرطی بشیم و جلب توجه کنیم، مثل خود شما که از طریق این مسئله توجه منفی آدم ها رو جلب میکنی که همه بهتون بگن ای مواظب خودت باش، حالا نرو اونجا. حالا هر کس با توجه به آگاهی و دانشه که ندارن میان بهتون نصیحت میکنن و همدردی میکنن. مهم اینه که خودت یاد بگیری که من با کسی که کار میکنم اینقدر ذهنشون تغییر میکنه و اینقدر در زندگیشون موفق میشن، همون آدمایی که ناامید بودن، پسرای جوان، دخترای جوان، با اونا خیلی بیشتر دوست دارم که پدرنا و الگوهای اونا رو تغییر بدم، خیلی تاثیرگذاره. پس تنها چیزی که ما داریم ذهنمونه و حواسمون باشه که با این ذهن بتونیم زندگی خودمونو از ذهنمون برای خوب شدن زندگیمون استفاده کنیم. درود بر شما، بفرمایید. سلام عرض میکنم، همیشه بیننده شما هستم. آه قربان شما، خیلی لطف کرد. قیافه مهربونتون. خواهش میکنم. عزیز دلم جونم، یه مشکلی واسم پیش اومده. من اولا 89 سالمه. خواهش میکنم. بله، مریضی دارم، فشار خون بالا دارم، دیسک کمر دارم و 9 ساله چون 9 شوهرم رو دست داده بودم به اصرار دخترم که اینجا زندگی میکرد، 9 ساله گفت بیا اینجا. دو تا دختر دارم، اون یکی که در ایران بود خودش مریض بودش و خونریزی داشت و مشکلات داشت که اون نمیتونه حتی اداره کنه، بیا اینجا. اومدم، خیلی مورد مهر، اینقدر محبت به من این دختر کرده و گذشت کرده که من نمیتونم یک لحظه فراموش بکنم. آفرین، آفرین به دخترتون. اصلا من فکر نمی کنم همچی دختری در دنیا وجود داشته باشه. ولی دو ماه پیش، خانم دکتر معذرت میخوام، دو ماه پیش صحیح سامه صبح منتظر تلفنش بودم، دیدم شوهرش زنگ میزنه میگه اومد بره به طرف در که این در رو هنوز دستش به در نرسید. خانم دکتر میگه دستش به در نرسیده، صبح تازه قرص کمکاری تریید داشت، اونو خورده بود و هنوزم صبحونه نخورده بود. مثلا ساعت 9 صبح بوده، ما تو میامی هستیم، 9 صبح بوده، دستش به در نرسیده بوده. یه پلو با شقیقه میاد روی موزاییک، چنان صدایی میده که انگار منفجر میشه. اینا میدونم بلند یه ورش میکنم، میبینن از تو گوش داره خون میاد، نفسش به سختی میاد بالا. دو پسرش که تو خونه بوده میاد دست میذاره رو قلب مادر، بلد بوده یه ماساژی میده و زنگ میزنن و خلاصه سرتون درد نیارن میبرنش، میبرن قسمت اوژانس که میاد میندازه رو میبره بیمارستان. من حالا اینجا رو زیاد وارد نیستم که مخصوص مغز بوده. اینا رو هم به خاطر کرونا راه نمیدادن، بالاخره یه اتاق میدن میگن همینجا باید بشینه صداتون درد نیاره. نصف شقیقه که خون ریزی داده بود و کاسه سر رو ور میدارن، بعد میگن که این ورم کرده. همینجوری ما میبندیم یه 50 ساعت نگه میداریم، اگه ورمش خوابید ببینیم چیکار میکنیم.
که روز جمعه این اتفاق افتاد، یک شبه زنگ زدن گفتن بیاین، تموم کرده. اینا همه رفتن، منو نبردن، گفتن تو راد نمیدن، اصلا تو راد نمیدن، بگن که بغلش کردی فلان. خلاصه این داستان دو ماهه، ولی دوستان فامیل همه آشناها که در ایران هستن به من میگن تو نباید اینو به راه دور ازدواج میدادی، تو نباید این کارو میکردی. چه حرفای ما زخرفی میزنن که چیزایی که گذشته تموم شده رفته، ما بیایم آدم ها رو به خاطر اون آسیب بزنیم بهشون، پدرشون رو در بیاریم، بهشون بگیم چرا این کارو کردین، همه چی تموم شد، هر کاری کردیم اتفاق افتاده. دیگه شما به حرف هیچ کس گوش ندین و بگین که ما برای روحش دعا میکنیم و این اتفاق افتاده به هر دلیل. نباید چیزای 30 سال 40 سال پیش شما چرا شوهرش دادی به خارجی. درود بر شما، بفرمایید. الو خانم دکتر، سلام، خسته نباشین. درود بر شما، بفرمایید. مرسی، مرسی، واقعا خیلی زحمت میکشین. من مدت هاست کتابتون رو گرفتم میخونم و آفرین، امکان نداره یه هفته برنامه‌تون رو نبینم. میبینم و واقعا درست میگین، اونایی که وسواس فکری یا وسواس عملی برنامه، من خودم داشتم. بله. ولی واقعا با همین صحبت هاتون کلی ترک کردم، یعنی این کتاباتون رو میخونم برام یه مروری میشه. نفسم به تمام اونایی که زنگ میزنن باهاتون در تماسن و الان توی برنامه هستن گوش میکنن، بگم تلاش، باید بخواین از ته دلتون، باید بخواین و برنامه رو هر هفته دنبال کنین و این کتابا رو بخونین و خودتون تا میخواین این کارو انجام بدین استاپ بدین. بخواد دو سه روید استاپ بدین، عادی میشه، باشه باشه، اصلا نباید برگردی به اون کارهایی که قبلا میکردی. یا من باید الان این درو تمیزم، یا خانم میگفت که مثلا قبلش تو بره دو دقیقه نکن، اهمیت نده، بگذر ازش و خوب میشه. و من این کاری کردم و ممنونم از شما خانم دکتر بسیار بسیار دانا، خیلی خیلی واقعا گوش کنن به حرفتون دنیاشون عوض میشه. خیلی ممنونم، من خیلی دوستون دارم کتابتون، یعنی میدونید از صمیم قلب این کتابا رو با تمام روحم وجودم میخونم و دونه دونه عمل. و از همون آن میگم من دیگه این کار رو نمی کنم و مثل یه بچه، یه مادری که بچهش رو من می کنه، دست نزن یا اوکی دست بزنی تموم شدم. و این رو با خودم هی تکرار می کنم و این خیلی با من از شما یاد گرفتم، واقعا نمی دونستم سالها 20 سال 5 سال وسواس شدید اصلا خودش می کشتم. آخه چرا دنیای بیفان، خیلی کمک کردی، قربونتون برم. خیلی ممنون. از کجا زنگ میزنی شما؟ ممنونم. من کالیفرنیا و چند بارم با تو تماس کردم، کتاباتون الان روحی به منه. براو، درود بر شما. کرونا بهترین موقع است این کتابا خونده بشه و هی با خودمون تکرار کنیم و عملی کنیم، عمل کنیم. واقعا درود بر شما، مهم همینه. خیلی نکته‌های قشنگی رو گفتین در مورد همون خانم که از قبرستان میترسید. حالا همین خانومی که خانم مستنی که به دخترش فوت کرده، به هر دلیلی این خانم داره عذاب میکشه، فامیلا زنگ میزنن چرا اینو به قربت شوهر، اصلا خجالت آور نیست که یه چیزی که 40 سال پیش اتفاق افتاده ما بیایم اون آدم رو سرزنش کنیم که 40 سال پیش چرا اجازه دادی دخترت مثلا 50 سال پیش با یکی دیگه ازدواج کنه، با یکی که تو خارجه. آخه اصلا ما ملت ایران متخصص آسیب زدن و زجر دادن به دیگران هستیم، تمام مدت میخوایم اونا رو سرزنش کنیم به خاطر کارهای 1000 سال پیششون، 50 سال پیش، 30 سال. من خودم همینجوری شرم‌آوره، باور کنم. آفرین، براو، یاد بگیرین که تمام مدت شما فکر میکنی غمخورین یه چیزی رو که ببین، وقتی من هیچ اراده ای ندارم که برگردم به 50 سال، 30 سال، 20 سال، 1 سال، 1 دقیقه پیش، هیچ دیگه هیچ اراده ای وجود نداره، نمیتونم برگردم. برای اینکه کاری شده شده، حالا نه افسوسش و نه اینکه سرزنش کردن آدم ها، ای چرا دخترتو به اون دادی، چرا پسرت در پسرت این زن رو گرفتی، چرا اجازه دادی بره خارج، چرا اجازه دادی یعنی اینا چراها. ببینید اون چراهایی که میگین همه برمیگرده تو زندگیتون. آدم ها رو آسیب نزنین، آزرده نکنین، آدم ها رو پشیمون نکنین از کارهای قبلیشون، اتفاق افتاده تموم شده و خودتون دوچار اون خواهید شد. هر سرزن ببین اکشن ریاکشن،
هر چیزی که من برای دیگران میخوام تو زندگیم اتفاق میفته. بدی رو بخوام سرزنش کنم، دعوا کنم باهاش، تمام اونا برای من اتفاق میفته. یعنی ما واقعا، یعنی باور قلبی داشته باشیم. من آدم اسپریچوالی هستم، تمام لحظه ها، تمام اینا رو، تجربیات شخصی آدم ها رو وقتی که چیز کردم و حتی تجربیات خودم دیدم، یاد بگیر که حرف بدی اگر به کسی بزنی یا حتی غیبتی بکنی، این همون میاد توی زمین زندگی. همیشه از دیگران به خوبی یاد کن. مهمترین هنر من، هنر شما همه که دارین گوش میدین، انسان بودنه. انسانیت کالاییه که پر از خریداره. یاد بگیریم انسان بودن رو یاد بگیریم، نه اینکه تمام مدت بخوایم آدم ها رو به خاطر اشتباهشون. اشتباه کرده که کرده، با سرزنش شما حالش خوب میشین؟ نه، یاد بگیریم آدم ها رو دوست داشته باشیم. چون من اگر اون رو سرزنش میکنم دوستش ندارم، میخوام آسیب بهش بزنم، میخوام عذابش بدم، میخوام پشیمونش کنم چرا اون کارو کردی. ببین، ما به نظر من مثل جلاد میمونیم که آدم ها رو اینجوری بخوایم شکنجه کنیم برای کاری که کردم و هیچ اراده دیگه ندارم بخوان اونو تغییر بدن. ببینین، انسان دوستی، عشق، محبت، ایثار، گذشت کردن، اینا رو یاد بگیر. بله خانم بسیار، خدا شاهده من حرفاتون رو بسیار قبول دارم. خودم همیشه در حق کسانی که نسبت به من بد میکنن فقط در حقشون دعا میخونم، دعا و مناجات میسپارمشون به خدا. خدا میدونه اونا، چون اگه خودم انجام بدم، برگشت بدم به اونا، خودم آسیب میبینم و خودم وسواس میشم، بیمار میشم، اصلا معنی نداره که. میسپارمشون به خدا، براشون دعا و مناجات میخونم و این خیلی مهمه. آها، بارکالله، بسیار عالیه که ما یاد بگیریم آدم ها رو به خاطر اشتباهاتشون ببخشیم. یاد بگیرین بخشش عمل خداست و ما خیلی بعد چقدر آرامش میده. همین آفرین که شما صحبت میکنه الان قربونت برم، چقدر آرامش به خود آدم میده. زنده باد. ببین، شما همه اینا رو تجربه کردین، خودتونم میگین وسواس داشتین، همه این کارهای اشکالدار رو میکردین. ببینین الان شما خودتون دارین الگو هستین برای آدم ها، شما اسطوره شدین برای دیگران که بگیم منم همه این اشتباهات رو میکردم، الان 4-5 سال این تغییرات رو در خودم تونستم به وجود بیارم، حتی وسواسم از بین. این ارزش داره که ما انسان ها انقدر قادریم و انقدر قابلیت یادگیری داریم که میتونیم همه چیزها رو در اطراف خودمون به نفع خودمون برگردونیم و اون لذت رو از زندگی ببریم. سپاسگزارم از شما که از همین لسی... شما خیلی خیلی واقعا از صمیم قلب، من میفهمم اصلا صورتتون و حرفاتون از صمیم قلب صحبت میکنید. آفرین، واقعا دلمه، من آدم دلم. مرسی از لطفتون و از اینکه اومدین روی خط. خواهش میکنم، آنشانه اومدم و بگم واقعا گوش کنن به حرفتون و بکنن اون کار انجام بدن و کتابارم بخرم و بخونن. این کتاب یه دستمایه است، این کتاب رمز جادوی باور و این دوتا و حتی سیدی رو گوش بدی، اینقدر براتون شما این همه خرج میکنه، این اصلا چیزی نیست. اصلا یک سیدی خواهم دوتا تو ماشین منه، میارم خونه هستم گوش میکنم، میرم تو ماشین جایی میخوام برم، اصلا آهنگ روشنش میکنم، شارژم میکنه، راه میفتم. آفرین، درود بر شما. ببین، آدمی که بخواد خودسازی بکنه، اون اراده رو از خودش نشون بده، موفقم میشه، پیروزم میشه. من به شما بسیار تبریک میگم به خاطر ارادتون، به خاطر اینکه به خودتون کمک کردی. خیلی عوضم کردی. خدا رو شکر، من خداوند رو شکر میکنم حتی بتونم زندگی یک نفر رو تغییر بدم، احساس آرامش میکنم و امیدوارم که این همه آدم هایی که در ارتباط با من بودن و تغییر کردن، همینطوری دیگران رو هم برای تغییر تشویق بکنن. چون تغییر جایگاه ما انسان هاست، ما نمیتونیم استاک باشیم. تغییر. بله، ممنونم که تلویزیون میایین و صحبت میکنیم و واقعا زحمت داریم میکشیم. خیلی اصلا منتظرم جمعه بشه 11 صبح و یک شنبه 6 بعد. قربونتون برم، خیلی سپاسگزارم از این همه. شما بشم دوستر من، قربونت برم، خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون، مواظب خودتون باشین. قربونتون برم، خدافظ. من چون وقتم
تموم شد. میخوام خیلی تشکر کنم از آقای مهندس اندرو، تو کارشناس فنی یه اتاق فرمان هستن، و خانم اصل که ایشون هم همکاری میکنن در این ارتباط، خانم فریده جلالیان که ایجنت من بودن در 16-17 سالی که ایجنت من هستن، شاید هم بیشتر. به هر حال من سپاسگزاری از تمام کسایی که دارن برای آدم ها خدمت میکنن، کمک میکنن، اون سپاسگزاری رو داشته باشیم، طلبکار هیچ کس نباشیم، نخواهیم آدم ها رو آسیب بزنیم با طلبکاری های خودمون. و تا درودی دیگر، همتونو بهتون بدرود میگم و خدا نگهدار همگی. قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن، دکتر پروین نظامی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، تقدیم می‌کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب‌های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور. دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی آمریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا، با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس.